اهلی و خانوادش توی 17 تا شرکت جزء هیئت مدیره هستن. این به راحتی یه انتقاد میکنن که آقا چرا مثلا قیمت در مورد قیمت گذاری که به نفع مردمه. اونا گفت این حرفای سوسیالیستی مارکسیستی، اصلا چی نباید کسی قیمت بگذاره و دفاع از مصرف کننده رو اصلا یک حرکت مارکسیستی عنوان کرد. دقت کنید دو تا مسئله، یکی ثروت رو ما اصالت براش قائل بشیم به عنوان وسیله، وسیله وسیله ایجاد در جهت رشد مردم، این یه بحثه. ثروت رو در جهت تحمیق مردم و در جهت استثمار مردم، دو تا روی کرده ثروت داره. امروز بعضی از این تجمعهای ثروت در جهت تحمیق مردمه. ما با اصالت ثروت مشکل نداریم، تو این قضیه با اصالت ثروت مشکل داریم، با ابزار ثروت بودن مشکلی چه نداریم، برعکس به عنوان ابزار میتواند موجب رشد جامعه باشه. ببینید این که جناب دکتر اشاره کردن که این مذاکراتی که کردیم نشون دهنده این که آمریکایی ها یه مقداری از موضع سلطه عدول کردن، خیر اصلا این نیست. اون میگه که ما اگر میتونستیم پیچ پیچ تکنولوژی هستی ایران رو چیه باز میکردیم. یعنی چی؟ یعنی موضع سلطه است. چون ما ابزارهای درست کردیم تو این قضیه که این ابزارها اون زورگوییشون رو متوقف میکنه، اینجا تسلیم میشه. و الا میگه که مردم آمریکا اگر من میتونستم همه مردم ایران رو از این تکنولوژی چیکار میکردم؟ محروم میکردم، باز میکردم تکنولوژی اصلی ایران رو و از ایران خارج میکردم. کتاب انقلاب در دو حرکت آقای بازرگان رو بخونید. آقای بازرگان به صراحت میگه که امام مواضع من رو چیه؟ قبول نداشتن. من اونجا گفتم شاه رو نمیتونیم سرنگون کنیم. امام گفتن خیر اینجوری نیست. من اونجا گفتم که ما نمیتونیم با سلطه آمریکا مقابله کنیم. امام گفتن خیر ما میتونیم. یعنی ببینید امام، این بزرگواری امامه که علارغم این که این آقایون با ارکان مبانی فکریش مخالف بودن، مخالف صریح هم بودن، امام از اینا رو چیکار کرد؟ به کار گرفت. مون تا تاکید کرد که آقایون که میایید به کار گرفته میشید، بر اساس مبانی خودتون چه در کنار مردم قرار نگیرید، یعنی به عنوان نهضت آزادی دولت تأسیس نکنید. متاسفانه این کار رو خیلی به حرف امام گوش نکردن و بعد هم اصلا بعدش اومدن روی همون مبانی خودشون ایستادن و با همون مبانی در تقابل با امام قرار گرفتن. نه تنها با تقابل قرار گرفتن که به نظر من اصلا اومدن روی زدن مبانی انقلاب اسلامی که اگر در آخر عمر میگید امام بر اساس تجربه میگه، هیچ تناقضی در فرمایش امام نیست. هم قبل از انقلاب موازش نسبت آزادی همینه، بعد از انقلاب نسبت موازه همینه. در مورد آل سعود هم ببینید چه کسی میاد تغییر شرایط رو اعلام میکنه؟ رهبری، یعنی یه رهبر میاد در یه شرایطی چنین اعلام میکنه، بعد رهبر دیگری میاد شرایط رو چیه؟ طبیعتاً تغییر زمان تو این قضیه نقش اساسی داره. اما در مورد بحث مهدی هاشمی و نامه 1-6 و 1-8 بخشین 8-1 و 6-1 ببینید، یه نامه 6-1 امام به آقای منصری می‌نویسه بر اساس اطلاعاتی که از بیت آقای منصری به بی بی سی و بیگانگان داده میشه. امام برخورد بسیار بسیار تندی با آقای منصری داره، به دلیل اینکه از جایگاه با مقام رهبری اطلاعات به بیگانه داده میشه. یعنی یه شکاف و یک در واقع ضربه جدی به نظام سیاسی کشور. نامه خیلی تنده. بلافاصله آقای منصری میاد چیکار میکنه؟ نامه می‌نویسه که من تابعم، شما هر چی هم بفرمایید چیه من گوش میدم. بر اساس اون نامه امام لحن خودش رو تغییر میده و الا هم اون نامه 6-1 اصالت داره، هم نامه 8-1. منتها آقای منتظری اومده یه نامه نوشته و گفته که من تابعم، من بعد دیگه توی این مسائل چنین اتفاقی نخواهد افتاد. یا بحثایی که حالا تو اون نامه آقای منتظری به امام شما دریافت میکنید، امام تغییر میده، میگه که حالا که شما میگید که تابع من هستید و حرف و نصیحت منو گوش میدید، شما رو نصیحت میکنم به دلیل ساده اندیشی وارد مسائل سیاسی نشید، این حرفا رو، و بعد تا بتوانن جامعه از علم شما در حوزه
مسائل تدریسی در مسائل حوزوی استفاده کنن که البته آقای منصری علا رقمی که تو نامه میگه که من تابع امام هستم کنان آقای نجفخالی حبیبی علاقه دارن که وارد موضوعات نشیم به هر حال یه خلق و خوی خاص خودشونو دارن آخه یه قضاوتی میشه در تاریخ که قضاوت ها مبتنی بر یک سلسله مستندات منطقی نیست اون نامه امام خودشون دستور دادن ظاهرن که نباشه منتشر نشود یه عده میان منتشر ولی در این حال متعلق به امام بر اساس همون توضیحی که من خدمتتون دارم